آیت الله علی خامنه ای بود، رهبر ایران. اینجا در استودیو جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی هم با ماست. خیلی گفته میشد که موضع آمریکا در مورد ایران روشن نیست، ظاهرا کمی روشنتر شده. آیا با این حرفای آیت الله خامنه ای میشه نتیجه گرفت که الان موضع ایران هم در قبال دولت جدید آمریکا روشنتر شده؟ تردیدی نیست که جمال نسبت به چند ماه گذشته وضعیت تا حد خیلی زیادی تغییر کرده. فراموش نکردیم که در جریان رقابت‌های انتخاباتی هم آیت الله خامنه‌ای هم به تبعیت از او چهره‌های شاخص، مخصوصا در میان اصولگرایان، روی کردی نسبتاً ملایم در قبال آقای ترامپ داشتند. آقای خامنه‌ای تا حدودی حتی حرفای او رو تایید می‌کرد، میگفت آقای ترامپ که چیزایی رو میگه که ما در 3-4 دهه گذشته بعد از انقلاب میگفتیم، وضعیتی که به هر حال در آمریکا هست و مورد انتقاد جمهوری اسلامی هستش. تنها نکته‌ای که در اون زمان و ماه‌های اولیه روی کار آمدن آقای ترامپ مبهم بود، وضعیت برجام بود که اون هم به هر حال مشخص شد که قصدی برخلاف آن چیزی که میگفت قصد پاره کردن برجام رو نداره. در همون زمان هم البته آیت الله خامنه‌ای هشدار شدید داده بود که اگر اونها برجام رو پاره بکنن ما برجام رو آتش میزنیم. ولی با توجه به تحولاتی که بوده و مخصوصا حمایت همه جانبی اتحادیه اروپا از برجام، این موضوع منتفی شده. اما به نظر میرسه مسئله اصلی چیز دیگری است. یکی به هر حال نزدیکی است که آقای ترامپ با رقیب اصلی ترین رقیب منطقه ایران، عربستان، پیدا کرد. در پی سفری که رفت، خرید بزرگ تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری بزرگ عربستان. خب در این سفر آقای ترامپ، حالا شاید به منظور جلب این سرمایه ها، مواضعی گرفت که خوشایند مقامات سعودی بود و مقامات ایرانی رو ناراحت کرد. و دوم صحبت هایی که آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا کرد، مبنی بر این که موضع آمریکا تغییر رژیم در ایران منتها از راه مسالمت آمیز است. اینها باعث شد که آیت الله خامنه ای برخلاف رویکرد قبلی خودش رویکردی رو در پیش بگیره مجددا که شبیه است به همون رویکردی که در دوران اوباما داشت، یعنی حمله تون. منتها حتی در اون زمان هم با این جملات به این شکل صحبت نکرده بود که بحث چاقو کشی و این بابا که اومده و هارت بود، و با این ادبیات در واقع واکنش نشون داد به آقای ترامپ. اشاره کردی که با این لحن و با این عبارات صحبت نکرده بود. آیا میشه از این لحن و از این عباراتی که آیت الله خامنه‌ای به کار برده هم نتیجه گیری خاصی کرد؟ دو نکته مطرح است. ببینید، ما الان مشخص است که آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا قطعا مطلع بوده که دقایقی یا ساعتی بعد از سخنرانی او حمله موشکی صورت خواهد گرفت. بنابراین این بحث سیلی که بلافاصله هم در رسانه‌های ایران مطرح شد به عنوان سیلی سپاه، خب برگرفته از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود. خب این تا این حدش قابل فهم است که به عنوان فرمانده کل قوا یا رهبر کشور از یک اقدام نظامی به صورت سیاسی هم اینطوری حمایت همه جانبه انجام بده. اما ریشه این ادبیات به دیشب محدود نمیشه، برمیگرده به چند سال گذشته. در واقع آقای خامنه‌ای از زمانی که اومد و گفت که من انقلابی هستم نه دیپلمات، یعنی خودش رو در واقع آزاد اعلام کرد از اینکه این چارچوب‌های عرفی رایج در به هر حال عرف بین الملل و دیپلماسی رو نادیده بگیره. و این موضوعی است که هم ریشه در مسائل خارجی داره، رقابت‌های منطقه‌ای که آیت الله خامنه‌ای معتقد است باید واکنش تند و سرسختانه نشان داد، با رهبران سعودی به اون شکل صحبت کرد، اونها رو گاوهای شیرده یا شجره خبیثه قلمداد کرد، و این راهی است که جواب میده مقاومت. و هم ریشه داخلی داره و این منشأ است که یکی از اختلافات آیت الله خامنه‌ای و آقای روحانی است. فراموش نکنیم که همین چند روز پیش بود که آقای روحانی معترض این وضعیت بود و میگفت ناسزاگویی انقلابیگری نیست و راه تامین منافع کشور استفاده از چنین ادبیاتی نیست، چه در حوزه مسائل داخلی و چه در حوزه مسائل خارجی. به هر حال مجموعی از این دو هستند که به هر حال با توجه به حادتر شدن وضعیت چه در داخل چه در خارج، لحن آقا و ادبیات آقای خامنه‌ای رو تندتر از قبل کرده. ممنونم از جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی.